بر خط خبرها. نگرانی بین‌المللی از کنارگیری وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس با بعضی از سیاست‌های خارجی ترامپ مخالف بود. اخبار غیر رسمی درباره تصمیم آمریکا برای خروج نیمی از نیروهایش از افغانستان. کابل می‌گوید روند تأمین امنیت آسیب نخواهد دید. تصویب قانونی جدید در دانمارک در مورد مراسم اعطای تابعیت. متقاضیان دریافت شهروندی باید با زنان و مردان دست بدهند. و بازگشایی فرودگاه گتویک لندن یک شبانه روز بعد از رویت پهپاد ناشناس. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده پایان ماه فوریه، یعنی حدود 70 روز دیگر، کنارگیری می‌کند. جیمز ماتیس در نامه استعفایش تلویحاً به اختلاف نظرهایش با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفته او حق دارد کسی را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کند که با سیاست‌هایش موافق باشد. پیش از خبر کنار رفتن آقای ماتیس، دونالد ترامپ اعلام کرده بود نظامیان آمریکا را از سوریه خارج می‌کند. بعضی از متحدان آمریکا از جمله آلمان و استرالیا از کنار رفتن ناگهانی آقای ماتیس اظهار نگرانی کردند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. در دولتی پر از چهره‌های ناآشنا و غیر قابل پیش‌بینی، جیمز ماتیس یکی از معدود افراد با تجربه و مورد اعتماد سیاستمداران در آمریکا بود. ارتشبد پرسابقه‌ای که ظاهراً تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه طاقتش را طاق کرد. آقای ماتیس در استعفانامه‌اش نوشته: در مورد احترام به متحدان، برخورد با چشم باز با طرف‌های متخاصم و رقبای استراتژیک، نظراتم قاطعند. شما حق دارید وزیر دفاعی داشته باشید که نظراتش به شما نزدیک‌تر باشد. گمان می‌رود مقصود آقای ماتیس از متحدان ناتو و اعضایش باشد، سازمانی که دونالد ترامپ بارها از آن انتقاد کرده و گفته اعضای دیگرش به اندازه کافی برای امنیتشان خرج نمی‌کنند. در کنار این، برخورد نسبتاً دوستانه دونالد ترامپ با روسیه و چین هم به مذاق خیلی از سیاستمداران آمریکا، حتی در حزب جمهوری‌خواه خود آقای ترامپ، خوش نمی‌آید. در کنار اینها، آقای ماتیس قبلاً خارج کردن زودهنگام نیروهای آمریکا از سوریه را یک اشتباه استراتژیک خوانده بود. دموکرات‌ها می‌گویند استعفای ماتیس پیامی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ است. I am shaken by the resignation. استعفای جیمز ماتیس من رو تکون داد، به خاطر پیامی که برای سربازانمون داره و به خاطر نشون دادن ارزیابیش از فرمانده کل قوا. His view is of the commander-in-chief. از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تیم او و کابینه اش شاهد تغییرات فراوانی بوده. کمتر از یک ماه بعد از آغاز ریاست جمهوریش، مایک فلین، مشاور امنیت ملی او، به خاطر دروغ گفتن درباره تماس‌هایش با سفیر روسیه استعفا کرد. سه ماه بعد، آقای ترامپ جیمز کومی، رئیس پلیس آگاهی فدرال FBI را بابت نحوه رسیدگی به پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون برکنار کرد. تابستان پارسال شاهد چند استعفای پشت سر هم بود. ابتدا شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، سپس راینز پریباس، رئیس دفتر رئیس جمهور و بعد از او استیو بنن، مشاور ارشد دونالد ترامپ، کنارگیری کردند. مارس 2018 نوبت رکس تیلرسون بود تا کمی پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام از وزارت خارجه استعفا بدهد. 9 روز بعد سپهبد مکمستر، دومین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، اعلام کرد از مقامش کنارگیری می کند. 1 ماه بعد آقای ترامپ جف سشنز، وزیر دادگستری، را بعد از مدت‌ها تنش و جنگ لفظی سر تحقیقات در پرونده دخالت روسیه در انتخابات اخراج کرد. 2 هفته پیش هم جان کلی، دومین رئیس دفتر رئیس جمهور، اعلام کرد تا پایان سال 2018 کنارگیری می کند. 2 هفته پیش هم جان کلی، دومین رئیس دفتر رئیس جمهور، اعلام کرد تا پایان سال 2018 کنارگیری می کند. با وجود همه این آمدنها و رفتنها، دونالد ترامپ سیاستهایش را تغییر چندانی نداده.
سوال این است که آیا او میتواند وزیر دفاعی هم نظر با خودش پیدا کند یا نه. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، در بیشتر استعفاهایی که تا حالا در دولت آقای ترامپ انجام شده از هفته ها پیش در این مورد گمانه زنی می شد، ولی در مورد آقای ماتیس به نظر میاد که خیلی ها رو غافلگیر کرده، حتی سیاستمداران ارشد دولت آمریکا رو، حتی مقام های وزارت دفاع رو که تا 48 ساعت بعد پیش از این تصمیم اعلام کردن که آقای ماتیس جایی نخواهد رفت و بر سر پستش میمانه. اون چه که میدانیم از روایتی که داریم از آنچه که دیروز رخ داده این است که آقای ماتیس استعفاشو مینویسه، با خودش میبره به کاخ سفید، ولی قبل از اینکه اعلام بکنه و بده این استعفا رو به رئیس جمهور و تیمش، سعی میکنه یک بار دیگه آقای ترامپ رو راضی بکنه که تصمیمش رو عوض کنه در مورد خروج از سوریه. به نظر میاد که در اون جلسه حدود 3:30 بعد از ظهر در کاخ سفید به نتیجه نمیرسن، برعکس آقای ترامپ بوده که از آقای ماتیس میخواد که علنی دفاع کنه از تصمیم رئیس جمهور برای خروج از سوریه، که آقای ماتیس رد میکنه این درخواست. و میدونیم که در 24 ساعتی که از زمان اعلام این تصمیم میگذشته وزارت دفاع آمریکا سکوت کامل کرده بود، یک بیانیه هم که داده بودن مشخصا پاسخ داشت درش به رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود جنگ با داعش پایان پیدا کرده، اونا گفته بودن نه جنگ پایان پیدا نکرده، ولی حالا ما دستور رئیس جمهور رو اجرا میکنیم. در نتیجه نارضایتی که مشخص بود از میان مقام های وزارت دفاع منتشر نشده بود، سکوتشون نشان نزیم بود که خیلی مخالف تصمیم آقای ترامپ هستن، رو آقای ترامپ سعی کرده بود آقای ماتیس رو راضی کنه این رو ادامه ندن و بیان علنی حمایت بکنن، که آقای ماتیس این رو رد میکنه و برمیگرده به وزارت دفاع. اونجا میخواد که 50 به گزارش نیوزنامه نیویورک تایمز 50 نسخه از استعفانامش رو بدند به پرسنل وزارت دفاع. یه چیز دیگری که متفاوت با استعفای قبلی این است که اونهایی که چه اخراج شدن چه ترک کردن مقامشون، اونها علنن حداقل بلافاصله با آقای ترامپ زاویه خودشون رو علنی نکردن، و آقای ماتیس درست برعکس آمده در این استعفانامه به چالش کشیده دیدگاه آقای ترامپ رو در مورد سیاست خارجه، و میدونیم که اون آخرین کسی است که به اون نظمی که پیش از آمدن آقای ترامپ به کاخ سفید برقرار بود اعتقاد داشت، نظمی که میگفت باید اتحادمان رو با کشورهای اروپایی مستحکم نگه داریم، آمریکا باید به تعهدات بین‌المللیش پایبند باشه به خصوص تعهدات نظامیش، و بسیاری از کشورهای خارجی هم متحدان آمریکا هم با آقای ماتیس به عنوان کسی نگاه میکردن که میتونستن روش حساب بکنن، که علارغم حرفایی که آقای ترامپ ممکنه بزنه در عمل او هدایت کشتی رو جوری ادامه میده که اون روابط گذشته و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم همچنان ادامه پیدا بکنه. رفتن آقای ماتیس چه تأثیری بر سیاست‌های آقای ترامپ خواهد گذاشت؟ خب مشخصه که آقای ترامپ اون کسانی رو که در این دو سال گذشته در برابر سیاست‌هاش مقاومت می‌کردن رو یکی یکی کنار گذاشته. در نتیجه این آخرین مانع شاید بتونیم بگیم بوده آقای ماتیس. هم در مورد ایران میدونیم که وزیر خارجه سابقش رو رسما خود آقای ترامپ اومد گفت علت اصلی که بیرونش کرد، اخراجش کرد، همون مقاومتش در برابر خروج از برجام بود. در نتیجه تصمیمش به خروج از برجام بود. اون کسانی که مقاومت کردن یکی یکی کنار گذاشت و تیمی رو در نهایت جایگزین کرد که موافق تصمیمش باشن. حالا هم آقای ماتیس مخالف این بود که از سوریه و حالا صحبت از افغانستان هم هست خارج بشه، و آقای ترامپ به جای تغییر سیاست آقای ماتیس رو کنار گذاشت. در نتیجه باید تصور کرد که سیاست‌های خود آقای ترامپ همچنان ادامه پیدا می‌کنه و موانعش برای اینکه این سیاست رو اجرایی کنه بسیار کمتر خواهد بود. متشکرم ازت بهمن کلباسی در نیویورک. به گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید از وزارت دفاع خواسته تا گزینه‌های موجود برای خروج همه یا بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. در حال حاضر آمریکا در افغانستان 14,000 سرباز دارد. دولت افغانستان گفته خروج نیروهای خارجی بر روند تامین امنیت افغانستان تأثیری نخواهد داشت. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان 7 سال پیش در بالاترین رقم خود چیزی حدود 100,000 نفر بود. حالا صحبت از باقی ماندن 7,000 سرباز است. اگر طرح خروج سربازان آمریکایی تصویب شود، حدود 7,000 سرباز دیگر به خانه می روند. این طرح قرار است کمی بعد از سال نو میلادی به دونالد ترامپ ارائه شود.
شبکه خبری NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته تاکنون تصمیمی گرفته نشده. اما دونالد ترامپ می‌خواهد گزینه‌های خود برای خروج سربازانش از طولانی‌ترین جنگ آمریکا را بررسی کند. دولت افغانستان اما می‌گوید این خروج تأثیری بر روند امنیت نخواهد گذاشت، چرا که نیروهای آمریکایی در روند آموزش، مشورت و حمایت فنی فعال بودند و در میدان جنگ با شورشان حضور نداشتند. به گفته دولت افغانستان، پس از خروج بیش از 100,000 سرباز خارجی در سال 2014، در 4.5 سال گذشته بار جنگ و تأمین امنیت این کشور بر دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده و با توجه به جنگ گسترده نیروهای زمینی و هوایی روز به روز قوی تر شدند و این روند ادامه دارد. موضوع خروج سربازان آمریکایی همزمان شده با گفتگوهای طالبان با نمایندگان آمریکا. به گفته مقام‌های گروه طالبان، آنها در دست کم 3 بار صحبت با زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. یک مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا هم بر روی ترس گفته، درخواست کاخ سفید برای بررسی طرح‌های خروج نیروهایش از افغانستان می‌تواند برای دادن پیامی به طالبان باشد. علی حسینی، BBC، کابل. امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان از کابل با ماست. آقای حبیبی، دولت افغانستان گفته خروج نیروهای خارجی بر روند تامین امنیت افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. آیا درست این گفته؟ ببینید، اگر از ظرفیت‌هایی که در افغانستان هست استفاده درست شود، تأثیر به سزایی نخواهد داشت، ولی در این که میزان کمک نیروهای بین المللی و متحدین افغانستان رو در افغانستان کاهش میدهد، در این شک نیست. ببینید، از زمانی که دولت آقای ترامپ روی کار آمد و نظامیان ایالات متحده آمریکا در افغانستان اختیارات بیشتری داد که بتوانند در جایی که صلاح میدانند وارد عمل شوند و صرفا ماموریتشان در مورد مشوردهی و کمک‌های مشورتی نباشد، بلکه در عملیات ها هم شرکت بکنند، به خصوص از لحاظ هوایی، و پشتیبانی بکنند و کمک بکنند به نیروهای افغان. و چنین کمک می‌کردند واقعا. در هر جایی که نیروهای افغان دچار مشکل می‌شد، قندوز، غزنی و جای دیگر، نیروهای بین‌المللی و کمکشان می‌شتافتند. احتمالاً اینکه این نیروها کاهش پیدا می‌کنه، در این سطح کمک‌ها یا در میزان کمک‌های نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو به افغانستان کاهش دیده شود. آقای حبیبی، در تمام این سالها دیدیم که در مقاطع خیلی زیادی طالبان قدرت گرفتند و الان هم در مورد طرح صلح، همین دیروز ما از قول آقای خلیلزاد شنیدیم که او معتقد نیست که طالبان واقعا به صورت جدی در این روند دارن شرکت میکنن. الان چه تأثیری خواهد گذاشت در حضور اونها در افغانستان و دیگر گروه های که باعث ناامنی در افغانستان بودند؟ ببینید، به نظر من گفته آقای خلیلزاد تا حدودی شاید درست فهمیده نشده باشه. آقای خلیلزاد منظورش این بود که به این تحت این عنوان میگفت که گروه های مخالف یا طالبان باید از این فرصتی که پیش آمده استفاده بکنن، یعنی میخواست تحت فشار قرار بدهد مخالفین را. عرض کنم که احتمالاً حلقاتی در مخالف دولت یا در سمت مخالف دولت افغانستان باشن که از این فرصت این به نفع خود تلقی بکنن، فکر کنن که خب شرط اساسی که نیروهای مخالف حتی در مذاکرات صلح گذاشته بودن که اون خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان بود، بخشی از این نیروها هم اکنون خارج میشوند، بنابراین یک قدمی از اهداف از اونها برآورده شده. ولی من فکر میکنم که اگر این کاهش نیرو به معنی کاهش تعهد ایالات متحده آمریکا در افغانستان نباشد، تأثیر به سزای روی روند فعلی نخواهد داشت. ولی تأثیرش در منطقه چه خواهد بود؟
ببینید در منطقه هم حلقاتی کشورهایی در منطقه هستن که خواهش خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان هستن، ولی من فکر میکنم علارغم این که سنجش آقای ترامپ سنجش این است که چقدر خرجی برای آمریکا برمی‌دارد و چه منافعی برای آمریکا دارد، من فکر میکنم سنجش دولت آمریکا در مورد این که منافعشان در اینجا این حضور نیروهایشان چقدر منافعشان رو تامین میکنن سنجشی است که چندان روشن نیست و فکر میکنم که نهادهای امنیتی در ایالات متحده وزارت دفاع فرض کنم که حلقات امنیتی در داخل ملیتری استابلیشمنت آنچه که میگن در ایالات متحده آمریکا در مورد خروج کامل نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان مقاومت خواهند کرد و احتمالاً نخواهند پذیرفت. متشکرم از شما امین الله حبیبی تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان از کابل. در جمهوری چک 13 کارگر معدن در انفجار یک معدن زغال سنگ کشته شدند. 10 معدنکار هم زخمی شدند. این معدن نزدیک مرز چک و لهستان واقع شده و 12 نفر از کشته شدگان لهستانی بودند. امدادگران در حال جستجو برای پیدا کردن قربانیان احتمالی دیگر هستند. آندری بابیش نخست وزیر چک قرار است امروز به همراه همتای لهستانی خود از محل حادثه دیدن کند. لهستان یک شنبه را روز عزای ملی اعلام کرده. طرفداران جدایی کاتالونیا از اسپانیا تعدادی از جاده ها در این منطقه را مسدود کردند. اونها به برگزاری نشست امروز کابینه اسپانیا در بارسلون اعتراض دارند. اینها هم تصاویر زنده هست از ادامه این اعتراض ها و حضور سنگین نیروهای امنیتی در بارسلون. نشست دولت با سالگرد انتخاباتی همزمان شده که دولت قبلی اسپانیا به کاتالونیا تحمیل کرد. 9 نفر از رهبران جدایی طلب کاتالونیا زندانی هستند و منتظر برگزاری دادگاه هستند. اتهام های آنها به برگزاری همپرسی جدایی که پارسال برگزار شد مرتبطه. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده به زودی کنارگیری می‌کند. جیمز ماتیس در نامه استعفایش تلویحاً به اختلاف نظرهایش در با دونالد ترامپ اشاره کرده. پس از انتشار گزارش‌های در مورد احتمال خروج نیمی از نیروهای آمریکا از افغانستان، کابل می‌گوید چنین اقدامی بر روند تأمین امنیت کشور تأثیر نخواهد داشت. در ادامه برنامه، بازگشایی فرودگاه گتویک لندن یک شبانه روز بعد از رویت پهپاد ناشناس. با تصویب قانونی در دانمارک از این پس کسانی که خواستار دریافت شهروندی هستند باید در مراسم اعطای تابعیت با زنان و مردان دست بدهند. قانونگذاران میگویند این قانون مسلمانان و گروههایی از یهودیان را هدف قرار داده که از دست دادن با افرادی که نامحرم خوانده میشوند منع شدند. شماری از شهردارها در دانمارک که مراسم شهروندی را برگزار میکنند به این قانون واکنش نشان دادند و آن را بی ربط با صلاحیت‌های لازم برای شهروندی دانستند. احمد جلالی فراهانی روزنامه‌نگار از کوپنهاگ دانمارک با ما. آقای فراهانی، بیشتر بهمون بگید در مورد این قانون و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده. سال آینده در دانمارک قرار هست که انتخابات سراسری برگزار بشه و احزاب دستراستی، اولترا دستراستی، یعنی احزاب اولترا رایت، احزابی که به شدت ناسیونالیست هستند و ضد خارجی هستند، ضد مهاجران هستند، برای جلب آرای بیشتر مدتی هستش که یک سری طرح‌ها رو دارن اجرا میکنن، از جمله اینکه مثلا اومدن گفتن که پناهجوهایی که با کیسای پناهندگیشون مخالفت شده، تقاضای پناهندگیشون رد شده، اینا رو باید بفرستیم توی جزیره متروکه اونجا خارج از کشور دانمارک زندگی بکنن. این کاری که استرالیا کرد، یا همین بحثی که الان شما مطرح کردید که باید حتما دست بدن در مراسم به اصطلاح ادای سوگند شهروندی، و یا مثلا بحث اینه که زنان مسلمان باید روسری از سرشون بردارن و حق ندارن با روسری در دانمارک زندگی بکنن. اینها مباحثی هستش که بیشتر مباحث پوپولیست هست و متاسفانه آرای عمومی، افکار عمومی نسبت به این موارد خیلی هم مخالف نیست. جالبه بهتون بگم که در فرهنگ دانمارکی ها، در بین دانمارکی ها دست دادن اصلا رایج نیست. یعنی شما وقتی با یه دانمارکی سلام میکنید یا خدافظی میکنید، اگه دستتون رو دراز بکنید به طرفش تعجب میکنه.
و بیشتر در آغوش میگیرن همدیگر رو موقع خدافزی. یا مثلا من خودم توی دانشگاه یا توی کار سر کارم وقتی دستم دراز میکنم با یه نفر دست بدم اگه دامار کشم مطمئن تعجب. خب این شرایطی که به وجود آمده زندگی رو بر مهاجران سخت‌تر کرده و آیا قراره که آنطور که از شواهد برمیاد ادامه پیدا کنه؟ ببینید متاسفانه احزاب دست چپی هم که به اصطلاح تا الان نقش اپوزیسیون رو بازی میکردن و سعی میکردن به نوعی حامی منافع و منابع در واقع مهاجران باشن، الان متوجه این بحث ناسیونالیست و رشد احساسات ضد خارجی در دانمارک شدن و بنابراین حتی همون احزاب دست چپی مثل مثلا فرض کنید سوشیال دموکرات های دانمارک هم خیلی مخالف این قوانین نیستن و قوانین مهاجرتی که دارن تصویب میکنن به شدت ضد خارجی هست. مثلا فرض کنید در دانمارک تا قبل از دولت فعلی که سر کار هست شما بعد از 5 سال میتونستید درخواست اقامت دائم و درخواست پاسپورت دانمارکی بکنید، ولی الان این دوره رو به 8 سال رسوندن و قوانین رو به شدت سخت کردن علیه مهاجرین و خارجی ها. متشکرم از شما احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار از کوپنهاگ دانمارک. کاهش قیمت نفت خام ادامه دارد و در معاملات امروز نفت خام برنت به حدود 54 دلار رسید. قیمت نفت در 3 ماه اخیر بیش از 35% کاهش داشته. کشورهای صادر کننده نفت اوپک و دیگر تولید کنندگان بزرگ از جمله روسیه تلاش کردند با کاهش تولید جلوی سقوط قیمت را بگیرند. اخبار مربوط به افزایش تولید نفت در آمریکا و احتمال تعطیلی دولت به دلیل اختلاف بین رئیس جمهوری و کنگره از عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت اعلام شده. باند فرودگاه گتویک در لندن که از دیشب به دلیل پرواز غیرقانونی یک پهپاد بسته شده بود دوباره باز شد. این پهپاد هواپیماهای فرودگاه گتویک را زمینگیر کرد. در 5 سال گذشته پرواز غیرقانونی پهپادها در آسمان فرودگاه گتویک بیشتر شده و در 12 ماه گذشته 120 مورد پرواز پهپاد گزارش شده. اما پهپادها چه خطری برای فرودگاه دارند؟ روری کتلان جونز به دنبال جواب این سوال رفته. این دلیل نگرانی از پرواز پهپادهاست. اتفاقی که ممکن است در برخورد یک پهپاد با هواپیما بیفتد. آزمایشی در دانشگاه دیتون از برخورد پهپاد با هواپیما. در واقعیت احتمالش خیلی کم است. اما با نزدیک شدن پهپادها به فرودگاه ها، حالا باید برای ایمنی هواپیماها فکری جدی کرد. بر اساس مقررات بریتانیا، پهپادها باید 1 کیلومتر از فرودگاه ها فاصله بگیرند. و ارتفاع پروازشان نباید بیشتر از 400 متر باشد. این پهپاد مثل بقیه پهپادهایی که تو بریتانیا فروخته میشن سیستمی داره که باعث میشه به فرودگاه ها نزدیک نشه. این نگرانی هست که پهپادهایی که به فرودگاه گتویک نزدیک شدن این سیستم رو نداشتن یا با دستکاری اون رو از کار انداختن. اما فرودگاه ها چطور میتوانند از شر این مهمان های ناخوانده خلاص شوند؟ در آمریکا سازمان هوانوردی فدرال سیستمی را آزمایش می‌کند که در بریتانیا طراحی شده. این فناوری ارتباط بین پهپاد و صاحبش را قطع می‌کند. مهندسان بریتانیایی این شیوه را طراحی کردند، تور انداختن پهپادها، و پلیس هلند کار سرنگون کردن پهپادها را به این پرندگان سپرده. تجهیزاتی هست که می شود با آن پهپادها و کسانی که آنها را کنترل می کنند ردگیری کرد. الان یک هواپیما روی نقشه داره پرواز می کند. جلوگیری از کسانی که با قانون شکنی پهپادها رو در مناطق ممنوع پرواز میدن کار سختیه. کاری که میتونیم بکنیم اینه که سیستمی داشته باشیم که نشون بده هواپیماها کجا هستن، پهپادها کجا پرواز میکنن. البته الان این سیستم رو داریم. پلیس مدتی است برای کنترل پهپادهای اطراف فرودگاه گتویک از پهپاد استفاده می‌کند. اتفاقی که در فرودگاه گتویک افتاد زنگ خطری برای واحدهای پلیس ضد تروریستی سراسر دنیا است. چون این اولین بار بود که چند تا پهپاد با هم نزدیک فرودگاه پرواز کردند. درسته که انفجاری نشد و به کسی آسیبی نرسید، اما برای بریتانیا پیامدهای اقتصادی داشت. برای خیلی ها پرواز دادن پهپادها یک تفریح عالی است. سال دیگر همه پهپادها باید ثبت شوند و تست آنلاین ایمنی را انجام بدهند. اما تا وقتی عده‌ای اصرار به قانون شکنی دارند،
این کارها فرودگاه ها را امن نمی کند. روری کاتن جونز، بی بی سی نیوز. هزاران پزشک کوبایی که در برزیل مشغول کار بودند به کشور خودشان برگشتند. رئیس جمهوری منتخب برزیل این پزشکان را به برده تشبیه کرده بود و از دولت کوبا انتقاد کرده بود که سهم عمده ای از درآمد این پزشکان را برمی‌دارد. ویل گرانت گزارش می‌دهد. Welcomed home to flowers and flags. خوش آمد بودی با گل و پرچم. Thousands of doctors who'd been working in remote and poor parts of Brazil back in Cuba after an acrimonious end to their posting. After Brazil's president-elect Jair Bolsonaro had described them as slaves, most were just glad to be home. La gente podría esperar alguna mudanza. انتظار داشتیم رئیس جمهوری برزیل تغییراتی ایجاد کنه، اما انتظار نداشتیم تغییرات انقدر سریع و ناگهانی باشه. خوشحالم که به خونه و پیش خانواده‌ام و بچه‌هام برمیگردم. من خودم رو برده تخصص پزشکی و مردمی میدونم که به این تخصص نیاز دارن. رئیس جمهوری کوبا به استقبال پزشکان آمد. میگل دیاز کانل به پزشکان کوبایی گفت که آنها با سربلندی به کشورشان برگشتند. رئیس جمهوری برزیل از چگونگی تقسیم درآمد پزشکان کوبایی که در برزیل کار می‌کردند انتقاد کرده و گفته بیشتر درآمد این پزشکان به جیب دولت کوبا می‌رود نه خودشان. وزارت بهداشت کوبا این انتقاد را رد کرده. بخشی از درآمد پزشکان کوبایی به دولت میرسه. این بر اساس توافقی دو طرفه بود و پزشکان با این شرایط موافق بودند. اسم این توافق بردهداری نیست. کار پزشکان کوبایی در خارج از کشور یک منبع درآمد برای کوباست. فعالیت پزشکان کوبایی در برزیل سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای کوبا داشت. حالا سوال اینه که پزشکانی که از برزیل برگشتن در نظام پزشکی کوبا که بودجه زیادی هم نداره مشغول میشن یا دوباره به خارج اعزام میشن. با پیروزی یک رئیس جمهوری چپگرا در مکزیک این احتمال هست که پزشکان کوبایی که از برزیل برگشتند به مکزیک اعزام شوند، اما فعلا توافقی نشده. بعضی از پزشکانی که برگشتند در سیستم بهداشتی کوبا کارشان را ادامه می‌دهند. عده‌ای هم به کشورهای دیگر فرستاده می‌شوند، مکزیک یا شیلی یا هر کشور دیگری که درخواست کند. رئیس جمهوری منتخب برزیل به پزشکان کوبایی پیشنهاد کرده بود که در برزیل پناهنده شوند و همانجا به کارشان ادامه دهند، اما بیشترشان در دعوای بین برزیل و کوبا طرف کشورشان را گرفتند. آنها زندگی در شرایط ناپایدار اقتصادی در کشور خودشان را انتخاب کردند. ویل گراند، بی بی سی نیوز، هاوانا. اما پیش از پایان این بخش خبر تصاویری ببینیم از دیدار غیرمنتظره رئیس جمهوری سابق آمریکا از کودکان در یک بیمارستان. و نزدیک شدن به روز کریسمس باراک اوباما از یک بیمارستان کودکان در واشنگتن دیدار کرد و به بچه ها هدیه داد و با خانواده هاشون صحبت کرد. او همچنین از کارکنان این بیمارستان برای کار کردن در تعطیلات تشکر کرد. به پایین این بخش خبر می رسیم تا دقایق دیگه با خلاصه ای از خبرها با شما خواهم بود.